اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين طبيبنا شفيعنا أنيسنا حبيبنا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در شب گذشته عرض کردیم که وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جلوه های حضرت حق سبحانه و تعالی است. و تجلیات فاطمه در قرآن کریم و در کتاب تکوین و در نسل طاهر و مطهرشون امامان معصوممون و در کلماتشون و خطبشون و در شهادت و خون پاکشون و در محسنشون، هر کدام از این جلوه ها جلوه های بی بدیل و نسخه واحده است که حضرت زهرا را در میان همه خلائق ممتاز کرده و او را به عنوان کوثر، چشمه حکمت، چشمه علم الهی و منشأ ادامه انسان کامل در روی زمین، قرآن ناطق در روی زمین و منشأ هر خیری است که در عالم به هر کسی میرسد. او خیر کثیر است، او نسل کثیر است، او علم کثیر است. اینکه خیر کثیره یا علم کثیره یا نسل کثیره، معنایش کثیر در برابر قلیل نیست، بلکه کثرت ذاتی است. حضرت زهرا سلام الله علیها وجودش عالمگیر است. به یک حسابی نه تنها دشمن نتوانست نسل فاطمه را قطع بکند، بلکه علی رغم کشتار بیرحمانه ای که از زمان خودش دست ظلم ظالمان در مورد بچه های فاطمه اعمال کردند، اولین قربانی محسنش بود که اگر محسن فاطمه باقی میموند
امروز نسل حضرت زهرا خیلی بیشتر از اون چیزی است که ما تصور می‌کردیم. بی بی عالم حسن دارد، حسین دارد، زینب دارد، ام کلثوم دارد و از وجود اینها نسل فاطمه در عالم انتشار پیدا کرده است. بنا به یک محاسبه ثلث از نسل حضرت زهرا را کشتند با کشتن فاطمه، بنا به یک محاسبه یک پنجم از نسل حضرت زهرا را با قتل محسن از ما گرفتند. و بعدش هم امام حسن و فرزندانش رو شهید کردند. امام حسن رو با زهر جفا و فرزندانش رو در کربلا از دم شمشیر گذروندند و امام حسین و فرزندانش را هم کشتند. اگر حضرت قاسم باقی میموند ازدواج میکرد، خدا میداند چقدر نسل امام حسن امروز بود. اگر عبدالله ابن حسن باقی میموند و نسل او ادامه پیدا میکرد، امروز سادات بن الحسن خیلی بیشتر از اینها میبودند. اگر علی اکبر امام حسین نسل شریفش باقی میموند، اگر عبدالله رضی و علی اصغر امام حسین باقی میموند، امروز چه میشد؟ عالم پر بود از گلهای معطری که از بوستان فاطمه زهرا رویده بودند و میوه‌های شیرین وجود آنها کام عالمیان را شیرین میکرد. و همینجور نسل به نسل شما میبینید که خلفای بنی امیه، خلفای بنی العباس فرزندان علی و فاطمه رو در بدترین شرایط تحت فشار قرار دادند و تا توانستن کشتن. این همه امامزاده های واجب و تعظیمی که شما در ایران به هر خطه ای بروید، اونجا یک گنبد و بارگاهی است و وجود امامزاده. گاهی در قله کوه در نزدیکی های تهران از فرزندان امام باقر علیه السلام بالای یک کوهی یا امامزاده داوود در اطراف تهران که خیلی هم شهرت داره و زائر زیاد داره، در کوه اینها در به در بودند، به کوه ها پناهنده می شدند، ولی جاسوس ها مطلع می شدند، خبر می کردند، حمله می شد در دامنه کوه ها، در قله کوه ها خون پاکشون ریخته می شد، به شهادت می رسیدند. این همه آماری که از شهدای فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها در تاریخ ثبت شده و برخی از اونها حتی ثبت نشده، هیچ نسلی اینقدر کشته نداده. اما در این حال شما امروز آمار رو ببینید، کدوم عشیره، کدوم قبیله، کدام ذریه به اندازه ذریه حضرت زهرا علیها السلام در عالم مایه برکتن. شما امروز امریکا برید، اونجا سادات فراوانی رو میتونید زیارت کنید. اروپا برید، شهری نیست که اونجا نتونید با سیدی مواجه بشوید. در کشورهای افریقایی، آسیایی و در جای جای دنیا اینها به حمدالله برگ های شجره طیبه
علوی و فاطمی هستند، به چشم عالمیان به نسل کثیر اینها روشنه. علاوه بر این که برخی از ماها فرزندان فاطمه ایم، اما اجدادمون از ترسشون نتونستند بگویند که ما بچه های فاطمه ایم، لذا نسلشون مشخص نیست. خیلی از خانواده ها در واقع سیدند، اما در اثر خفقان سیادتشون رو نتونستن بگن. یکی دو نسل که گذشت دیگه فراموش شد که اینها سیدند. من احتمال میدم اکثریت شیعه فرزندان فاطمه طاهره باشند. همه ما محرم حضرت زهرا علیها السلام بوده باشیم. به علاوه فرزندان دختری حضرت زهرا علیها السلام، سید مرتضی اعلی الله مقامه میگه فرزندان دختری حضرت فاطمه هم سیدند و به اینها خمس هم میرسه. استوانه شیعه از سید مرتضی، از فقهای برجسته عالم تشیع است، از متکلمین کم نظیر است، از بنیانگذاران است. ولی نظریه فقهی و علمش اینه که کسانی که از طرف مادری به امیرالمومنین و حضرت زهرا میرسند، اینام سیدن. شما چقدر علویه دارید که با غیر علویه ازدواج کردن و دارای فرزند هستند؟ این نسل فاطمه است، این کوثر بودن حضرت زهراست، این جلوه نور خداست. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت. دشمنان خواستن نسلی از فاطمه و پیغمبر باقی نماند، ولی خدا وعده داد ما به تو کوثر میدیم، کوثر نسل کثیر است. این هم معجزه قرآن است و هم معجزه وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است. به علاوه اگر فرزندان فاطمه نبودند، احدی در عالم نبود. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. نسل بشر به برکت وجود امام زمان است. اگر امام نباشد در روی زمین، زمین اهلش رو تحمل نمی کند و زمین اهلش رو فرو می برد. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. این هم یک تحلیل از بقاء نسل بشر که همه به توفیل وجود حجت خدا وجود پیدا می کنند و هر فیضی به هر خلقی برسد واسطه فیض لازم است، حجت مطلق لازم است، خلیفه مطلق لازم است و خلفای رسول الله، اوصیا و رسول الله همه فرزندان فاطمه‌اند. پس نه تنها خودش مستقیما نسل کثیر دارد، بلکه نسل بشر همه به حضرت زهرا سلام الله علیها وابستگی پیدا میکنند. من در همین جا به همین مناسبت نکته ای رو که هم پیامبر اکرم تأکید فرمودن، هم در روایات از ائمه اطهار هست، هم از دعاها اینجور استفاده میکنیم. این دعای افتتاحی که از دو لب مبارک امام عصر ارواح نافدا صادر شده است و در ماه مبارک رمضان چراغ سفره نیایش و مناجات روزداران است که در شبهای ماه مبارک رمضان با این دعا صفا میکنن و آهنگ دعای افتتاح آهنگ عارفانه و عاشقانه است. امام زمان از چی شکایت میکند؟ اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. یکی از شکوه های امام زمان، سوزهای امام زمان
گدازهای امام زمان، خون جگر امام زمان که در پیشگاه خدایش مطرح میکنه اینه که پیغمبر رو ما از دست دادیم، ما پیغمبرمون رو ندیدیم. پیغمبر رحمتا للعالمین است، پیغمبر پدر امت است. بچه‌ای به دنیا بیاد بابای خودش رو ندیده باشد چقدر براش سخته. آدم بابا داشته باشه اما باباش قبل از آنه که او بزرگ بشه از دنیا رفته باشه، این بچه همیشه حسرت دارد، ای کاش منم بابامو میدیدم. نبی مکرم اسلام فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امتیم. بنابراین همه ما مصیبت است، بابامون رو ندیدیم، بابایی که رحمتا للعالمین بود، پدری که بلغ العلا به کمالهی کشفت دجا به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی. بابای امت تماشایی بوده، دیدن داشته امام حضرت رسول ما، اما با اینکه فرزندان پیغمبریم بابامون رو ندیدیم. این سوز و گداز داره، خون جگر داره، برای اهلش هجران پیغمبر خیلی طاقت میخواد، خیلی صبر میخواد. نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، امام زمان از غیبت خودشون، خودشون هم خون جگر میخورند. هیچ کسی به اندازه امام زمان برای غیبت ناراحتی ندارد. امام زمان دستش بسته است و شیعیانش گرفتار. امام زمان طبیب است و تمام داروهای شفابخش را خدا در وجود او قرار داده. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. امام زمان هم اسم الله است، نحن الاسماء الحسنا، و چون اسم الله است دواست، خود وجود نازنینش دواست. به علاوه قرآن ناطق است و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. وجود نازنین حضرت از اون جهت که حقیقت قرآن است شفاست برای مؤمن و مؤمنین این همه درد اخلاقی دارند، درد فرهنگی دارند، درد اقتصادی دارند، درد سیاسی دارند، درد تربیتی دارند، درد خانوادگی دارند. کدوم خانواده را سراغ دارید مشکل ندارد؟ این مشکلات درده، اینا بیماریه و درمانش در وجود امام زمان ارواح و نافدا هست. اما چه کند امام زمان؟ مریض ها سراغش رو نمی گیرن و اگر بیاد قدردانی ازش نمی کنن. امروز می بینید برخوردهایی که با نایب امام زمان میشه، کفران نعمتهایی که میشه، وابستگان به اجانب علیه نایب امام زمان، چه حرف ها که نمی زنند، چه ناشکری ها که نمی کنند. برخلاف رضای او کسانی که می تونن گره کار مردم رو باز کنند اما بازی های سیاسی می کنند، امام زمانم بیاد با همین مردم مواجه است. لذا دستش بسته است آقای ما از وجود نازنین حضرت. احمد ابن اسحاق قمی در اون وقتی که امام زمان در دامن باباش امام حسن عسکری بود، طفل بود و امام حسن عسکری فرمود سوالاتتون رو از ایشان بکنید و اینها از وجود نازنین حضرت حجت در دوران طفولیت 30 سوال مشکل که برای علمای اون عصر حل این مشکلات علمی میسور نبود، آمده بودند که از دریای جوشان علم امام حسن عسکری بنوشند و آتش سوالاتشون رو برطرف کنند.
و امام حسن عسکری اشاره به فرزندشون حضرت مهدی کردن. یکی از سوالات این بود، گفتند که آقا بر حسب روایات غیبت شما طولانی خواهد بود، چرا شما با وجود این همه علاقمند، این همه عاشق، با وجود این همه بیمار و گرفتار، چرا شما طبیب دردها باشید و پس پرده زندگی کنید و دست طبابتتون رو به سر شیعانتون نکشید؟ اونم یک سال و دو سال نیست، قرنها شما در پس پرده خواهید بود و مردم دسترسی به شما نخواهند داشت. امام عصر در جواب یک آیه فرمودند: لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. اگه بخوایم با زبان خودمون صحبت کنیم، میخوان بفرماین دست به دلم نگذار، شماها با من کنار نخواهید آمد. پدرم علی در میان شما بود، مگه جلو چشمش عیالش رو، همسرش رو مگه نکشتن؟ حالا اگه امام زمان در میان ما بود چه می کردن؟ چه می شد؟ اجمالاً لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. پس نکته دوم که درده و باید به خدا شکایت کرد و درمانش را از خدا خواست، غیبت طولانی امام زمانه. درد سومی که امام زمان در پیشگاه خدا مطرح کرده، قلت عددنا، ما عددمون کمه. آمار شیعه نسبت به کسانی که اسلام ناب ندارن، وصایت امیرالمومنین رو بلا فصل قبول ندارن، ائمه اثناعشر رو قبول ندارن، عدد ما نسبت به اونها کمه. عدد ما نسبت به بودایی ها، نسبت به مسیحی ها، نسبت به مشرکین بیدین لا مذهب، اونا آمار کثیری دارن. شیعه که بازوان امام زمانن، رونق بازار امامتن، چرا باید نسلشون کم باشه؟ این برای امام زمان دردناکه. شکایت میکنه به خدا از قلت عدد شیعیان. شیعیان باید از این غیرتشون به جوش بیاد. چرا جوانها زود زن نمیگیرن؟ چرا جلو تکثیر نسل رو میگیرن؟ این بهداشت خانواده نکبت لجنیست که از غرب به ایران آمد، که اینها در این بیمارستان ها و درمانگاه ها این بانوانی که عروس میشن میرن اونجا بهشون قرص میدن یا لوله هاشون رو میبندن که بچه زیاد نشه. این خلاف رضای پیغمبر است. نه تنها خلاف رضای پیغمبر است که درد امام زمان است. امام زمان قلبش به درد میاد و شکایت میکند از قلت عدد و قلت عددنا. لذا مرحوم آیت الله عظمای بهجت، اون عزیز سفر کرده ما، میگفتن، تعبیرشون این بود، میفرمودن شیعیان فرزندان حضرت زهران، اما نمیدونم چرا بعضی ها این مادرشون رو میرنجانن، برای رضای مادرشون حسابی باز نمی کنن. بنابراین کثرت نسل شما، کثرت نسل فاطمه است به اعتبارهای مختلف. این هم یکی از جلوه های وجودی حضرت زهراست که عالم برای آدم است و آدم یکیش برابر یک نسل است. من احیا نفسا فقط من قتل نفسا قتل الناس جمیعا و من احیا نفسا احیا الناس جمیعا. یک بچه شیعه که متولد میشه گویا یک نسلی متولد شده. مزایقه نکنید، امام زمانتون خوشنود میشه. ازدواج بچه ها، ازدواج دخترها و پسرها، والله موجب خوشنودی امام زمان ارواحنا فداه. و عذب موندنشون خیری نداره. پیغمبر خدا فرمود شرار امتی عذابها، عذبها شر امت من هستند.
لذا عذب موندن خیری ندارد و تکثیر نسل نداشتن، بچه زیاد نداشتن، این خلاف رضای حضرت رسول و ائمه اطهار. و از این دعای افتتاح به وضوح استفاده می کنیم که امام زمان ناله می کند از قلت عدد شیعه و چشم به راه است که قشونش زیاد بشود. دنیا رو شما پر کنید، هر جا میریم اونجا سایه تشیع باشه، سایه پیروان اهل بیت باشه، سایه چشم به راهان امام زمان باشه. ببینید هر جا شیعه رفته اونجا پرچم معارف دین به برکت مجالس حضرت زهرا، مجالس امام حسین علیه السلام برگزار شده است. در لندن بیش از 60 مرکز شیعی به برکت امام حسین دایر میشه و چه عاشورایی و چه آوازه‌ای. هر جا شیعه باشه اونجا نوره، اونجا قرآنه، اونجا شرعه، اونجا پاکیه. و این از جلوه های حضرت زهرا سلام الله علیها است که نسل کثیر است. کوثر یعنی نسل کثیر. من نسلی که به نحوی با رشته‌ای به حضرت زهرا پیوسته و وابسته است، شیعیان اون بزرگوارن. به این به برکت فاطمه زهرا علیها السلام رو به افزایش باید بشود تا از آلام امام زمانمون کاسته شود. و نکته دیگری که در وجود حضرت صدیقه طاهره به عنوان جلوه نور فاطمه است، این کلمات فاطمه احادیث حضرت زهراست. بی بی عالم هم محدث است. محدث بودن در عالم اسلام خودش جایگاه و رتبه ای دارد. فرمود اعرفو منازل شیعتنا به قدر روایت هم انا. اگه خواستید شیعیان ما رو نمره بدید، ببینید نمره 20 که میاره، هر کس روایات بیشتری رو بلده او منزلتش پیش ما بالاتره، نمره بهتر را ما به او میدهیم. لذا بزرگان ما این حدیث 40 را همه نقل کردند. من حفظ من امتی 40 حدیثاً بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها. هر کسی 40 حدیث از بر باشه، روز قیامت خدا او را عالم و فقیه محشور میکنه. شما اینقدر پا منبر نشستید چه اشکالی دارد؟ احادیث مثل همین حدیثی که الان خدمت شما خوندم، من حفظ 40 حدیثن، یه حدیثه. هر کسی 40 حدیث از بر باشه، روز قیامت در صف علما محشور میشه، در صف فقها محشور میشه. و حدیث از دیدگاه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها اینقدر با ارزش است که کسی از بانوان مدینه آمد خدمت فاطمه زهرا علیها السلام، عرضه داشت بی بی جان آمدم از شما یه نسخه ای از کلمات از جواهر الکلم پدر بزرگوارتون بگیرم اخذ بکنم. اهل البیت ادراب ما فی البیت، پیغمبر دریا بود، این دریا در این خانه جوشیده است و دورهای این دریا به شما رسیده است و شما آشناترین کس به احادیث پیغمبری. وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها رو کردن به فضه خادمه، فرمودن فضه حدیثی رو در اون چوب نوشته بودیم، برو اون حدیث را بیاور من بدهم به این کسی که با علاقه آمده است و از گوهر فرمایشات پدرم میخواد بهره ای از دست ما بگیرد. رفت آمد گفت که بی بی جان اون گم شده است، پیدا نکردم. فرمودن با ناراحتی و تعجب فرمودن چه میگویی؟ حدیث پیش من تعدل و حسنن و حسینن، همین جور که حسن و حسین اینا اثر پیغمبرند،
باطن پیغمبرن، ادامه وجود پیغمبرن، حدیث هم ارزشش ارزش حسن و حسین رو داره. اینقدر حدیث در پیشگاه فاطمه طاهره که جز اصحاب کساس، معصومه است، عصمت کبراس، اینقدر ارزش داره. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها هم احادیث نبوی در وجود مبارکشون موج میزد، مملو و از گفتارهای پدر بزرگوارش بود، هم احادیث علوی رو گرفته بود، به علاوه جبرائیل برش نازل میشد و خودش مثل پیغمبر و علی چشمه حدیث بود، نه راویه حدیث بود، خودش چشمه حدیث بود و فرمایشات حضرت زهرا مثل قرآن است، مثل فرمایشات حضرت رسول و مثل فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. در میان کلماتی که از حضرت زهرا مونده که به حمد الله در کتاب مسند فاطمه احادیث فراوانی از حضرت صدیقه طاهره جمع شده است و همینطور در کتاب دیگری که جمعی از بزرگان آیت الله خزعلی و بعضی های دیگر جمع کردند کلمات حضرت زهرا را مختنم است، اما در میان کلمات حضرت زهرا اونی که جلوه پرفروغی است، شمس طالعی است، سند است برای حقانیت امیرالمؤمنین و اثبات وصایت او و افشاگر مخالفین است، خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره است که بر خطبه فدکیه شرح‌های زیادی نوشته شده است و از قدمای از نویسندگان مثل صاحب کتاب بلاغات النساء خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها را آوردن و بزرگانی بر این خطبه شرح‌هایی نوشتن که انشاءالله جملاتی از این خطبه را ما امیدواریم در این یکی دو شب باقی مونده بتونیم با شما بازگو کنیم. سه جمله از این خطبه به عنوان سه جلوه، به عنوان سه چراغ، سه فلش، سه کلاس به محضر شما تقدیم می‌دارم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه فدکیه‌شون بخش‌های مختلفی دارد و محتوایی شبیه محتوای قرآن دارد، لذا یک بخشش حمد و ثنای پروردگار متعال است، یک بخشش علم کلام است، یک بخشش حقوق و فقه است، یک بخشش فلسفه تاریخ است، یک بخش از این خطبه قرا احتجاج است، مناظره است، پاسخ گفتن به یاوه‌های دشمنان است و یک بخشش فلسفه احکام است. من این دو سه جمله را از فلسفه احکام حضرت زهرا سلام الله علیها در محضر فرزندش ولی نعمتمون علی ابن منصر رضا که عرض کردم حضرت رضا ایام شهادت مادرشون هست، برای مادرشون مجلس فاتحه گذاشتن و شما در مجلسی که امام رضا برای مادرش داره شرکت کردید. خوش آبا حالتون، قدمتون خیر مقدم است، خوش آمدید. چه میدانید شاید علی ابن مصر رضا دم در بودن، هر کی آمد به این مجلس بهشون گفتن خوش آمدی به مجلس مادرم فاطمه سلام الله علیها. در این بخش فلسفه احکام حضرت زهرا فرمودن جعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاه تنزیها لکم من الکبر و زکات تزکیتا للنفس و نماء للرزق. عجب کلماتی داره، عجب پرمحتواست، عجب گنجینه است،
عجب چشمه جوشانی است که نفاد ندارد، در طول تاریخ همه تشنگان بخورند تمام نمی شود، جلوه های جدید است. خدای متعال ایمان را بر همه بندگان خدا واجب کرده. ایمان واجبه، بی ایمانی حرامه، بی ایمانی موجب سقوط در آتش جهنمه و موجب سقوط از رتبه انسانیت است. انسان بی ایمان را قرآن کریم شر دواب بزش یاد کرده. چرا خداوند متعال ایمان را بر بندگانش واجب کرد؟ زیرا بی ایمان وابسته است، آلوده است، آلوده به محبت دنیاست، به محبت پول است، به محبت شهوات است، به محبت گناهان است، همه نوع آلودگی داره. میگن فلانی آلوده است، میگن چرا آلوده ای؟ آدم غمزده رو میگن آلوده است. آدمی که در بند امور مختلف هستش، دلش هم غبار داره و هم زنجیریه و وابسته است، آزادی نداره، قدرت پرواز نداره، مثل مرغی میماند که در قفس انداختند، نمیتونه بپره و به آشیان خودش برسه. ایمان هم چشمه است، آلودگی ها و غبارهای علائق دنیا را میشوید، دل انسان را پاک میکند. لذا الان ایمانتون رو تجدید کنید. در این آیه کریمه که گاهی بعضی از بزرگان ما در قنوت نمازشون میخونن، ربنا اننا سمعنا منادیان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. خدایا شنیدیم منادی میگفت ایمان به ربتون بیارید. خدایا خودت رو شاهد میگیریم، آمنا، ایمان آوردم، خدایا قبولت کردم، خدایا پیغمبرتو قبول دارم، قرآنتو قبول دارم، ائمه اطهار را قبول دارم، معاد را قبول دارم. ان آمنو، ایمان بیارید. اومدیم اینجا ایمانمون رو تجدید بکنیم، از امام رضا علیه السلام ایمان بگیریم. آقا تو داری به ما بده، این سرمایه ماست. ایمان است که انسان رو بیمه میکنه. آدم مؤمن چون چشمش ایمان داره به نامحرم نگاه نمیکنه. آدم مؤمن چون ایمان سرمایه وجودش هستش، رشوه نمیگیره، مردم آزاری نمیکنه، مردم رو بی خودی جلو میزش معطل نمیکنه، کار امروز رو به فردا نمیگذاره، بد قولی نمیکنه. نمیدونید ایمان چه چشمه پربرکتی است؟ همه جا رو نورانی میکنه. تمام اذیت ها و جفاها مال بی ایمانیه. ایمان پاک میکنه زندگی رو، جامعه رو پاک میکنه، تمام آلودگی ها و پلیدی ها رو ایمان میبره. حضرت زهرا اولین مطلب رو تکیه روی ایمان کردن. جعل الله الایمان، خدای متعال ایمان رو برای این قرار داد که شما را از وابستگی به غیر خدا، آلوده شدن به غیر خدا پاک کند. و صلات، خدا نماز رو واجب کرد. چرا؟ یادمون باشه ما که نماز میخونیم باید ببینیم هدف نماز چی بوده، نتیجه کلاس نماز چی است. و صلات تنزیحا لکم من الکبر، خدای متعال نماز رو برای این قرار داد که روح تکبر رو، بیماری تکبر رو در وجود ما درمان کند. بنابراین اگه آدم نماز میخونه متکبره، معلومش نمازش بیخاصیته. نماز تواضع میاره، نماز خاکی بودن میاره، نماز مهربانی میاره، نماز پذیرش میاره، نماز انسان را از صفات شیطانی دور میکنه. تکبر مال شیطان است و شیطان سجده نکرد بدبخت. ما که سجده میکنیم خاکی هستیم در پیشگاه خدا، در برابر بندگان خدا حق خود گرفتن، قطع رحم کردن، که اینا غالبا به تکبر برمیگرده. خیلی از گناهان به تکبر برمیگرده. بیایید امشب در این کلاس حضرت زهرا سلام الله علیها، چون هممون توفیق نماز داریم، بدونیم که کلاس نماز از ما مطالبه میکند تکبر رو کنار بگذاریم، جلو فامیلتون، دوستتون، رفیقتون، همسایتون تواضع بکنید. نه تواضع ظاهری ها،
در باطن هم خودتون رو گنده نبینید. کی هستی مگه؟ یه کسی حرف درشت زد، مقابله به مثل نکن. یه کسی بی احترامی کرد، شما مقابله به مثل نکن. خودتو بزرگ میدونی، عوارض داره، عکس العمل داره. اما بنده بدون خودتو، بنده گناهکار خدا بدون خودتو، اینا رو به حساب خدا بریز و عفو داشته باش. خب امشب هم شب جمعه است، هم مجلس مجلس بی بی جانمون، مادرمون، شفیع قیامت حضرت زهرا سلام الله علیها. امشب میخوام هم روزه محسنش رو بخونم. همه گی بی بی جانمون امشب کربلا است. این شعری رو که مدامون میخونن، شبهای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چشم. در مدینه منوره یکی از مؤمنین پامنبری ما به من رسید، بغض گلوش گرفته بود. گفت فلانی محسن رو کجا دفن کرده؟ منم گریم گرفت، رقت کردم. حضرت زهرا قبرشون در مدینه مجهوله. تمام بچه های مدینه وقتی به مدینه میرن با عقده برمیگردن، اما سراغ میگیرند و پیدا نمیکنن. از حضرت محسن کسی سراغ نمیگیره اصلا. محسن چی شد؟ اما این بنده خدا نمیدونم چیش بود، گفت فلانی قبر محسن کجا؟ آخه در اون درگیری که حضرت زهرا کمربند علی رو گرفته بود، دیدن یک تنه با همه این جمع مقابله میکنه. فرمانده گروه مهاجم دستور داد قنفذ، چرا دست فاطمه رو کوتاه نمیکنی؟ اما تنها قنفذ نبود، هم قنفذ بود، هم مغیره بود، هم همه نامردها بود. تازیانه می زدن، غلاف شمشیر می زدن، لگد می زدن، مشت می زدن. وای مادرم، در برابر این همه ضربه ها طاقت آورد تا وقتی که صداش بلند شد، یا فزت و خزینی، فز منو بگیر. دیگه داشت بیفتاد، گفت فز منو بگیر. قتل و والله ما فی احشائی، فز بیا بچمو کشتن. حضرت زهرا فزه را صدا زد، اما حسینش علی اصغرش رو دستش بود. وقتی ارمله تیر به گلوی این کودک زد، اینقدر مصیبت سنگین بود، در هیچ مصیبتی خدا مستقیم به امام حسین تسلیت نگفت، اما اینجا از آسمان ندا آمد، ده و یا حسین، حسین بچه تو به ما بده. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم. یا علی ابن مصر رضا، آجرک الله، آجا سرتون سلامت، امام زمان سرتون سلامت. الهنا به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین.
یا ارحم الراحمین، 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 یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا غفار الذنوب و یا ستار العیوب. به اسمت حضرت زهرا لباس ظهور بر قامت امام زمان ما بپوشان، قلب مبارکش رو از تک تک ما راضی بفرما، ما و فرزندان و عائله و کسانمون رو مورد رضایت آقامون قرار بده، خیر و برکتت را بر زندگی های ما نازل بفرما، خدایا نکبت و بی برکتی رو از ما دور بفرما. الها پروردگارا به حق حضرت زهرا، این ملتی که دلی با حضرت زهرا و بچه های فاطمه دارند، این ملتی که خودشون رو در پناه علی ابن موسر رضا و فرزند حضرت زهرا می دانند، دشمن شاد مگردان. خدایا دشمنان قدار ما در رأسشون امریکا و کسانی که با امریکا روابط سری دارند ذلیل و خوار بگردان. هر کسی علیه این ملت هر قدمی برمی دارد که با ذلت این، با عزت این ملت سازگار نیست و موجب ذلت تاریخی ما می شود، خدایا به اینها مجال و فرصت عنایت مفرما. الهی پروردگارا جوانان ما را از وسوسه های نفس و شیاطین روزگار در امان بدار. امر ازدواج را بر دختران و پسران این مملکت آسان بفرما. ازدواج ها را پایدار و مایه نسل کثیر شیعه قرار بده. طلاق شوم و نکبت را از جامعه شیعه دور بفرما. به همه خانواده ها صفا، گذشت، رونق، عنایت بفرما. حاجات این جمع، حوائج ملتمسین، حوائج عزیزانی که با ما عهد دعا دارند برآورده بفرما. به حق حضرت زهرا، به حق حضرت زهرا، به آبروی حضرت زهرا، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. الها مراجع تقلید ما، علمای صالح ما در رأس این قائمه، رهبر بزرگوار ما را با اقتدار و عزت در هدایت کشتی انقلاب تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. خدایا قلم هایی که به مقدسات ما اهانت می کنند، جریاناتی که جریانی هجوم آوردن به فرهنگ اصیل نظام اسلامی ما، به ولایت ما، به مقدسات ما، خدایا این دست ها و این قلم ها را قطع بفرما. به حق پیغمبر و آل پیغمبر، کسانی که دلی با نظام اسلامی و ولایت فقیه ندارند، دستشون را از سنگرهای این مملکت کوتاه بگردان. اله پروردگارا به حق امیر المؤمنین، همه بیمارها، مریضی سفارش شده، بیماران مورد نظر، بیماری های اخلاقی و روحی و افسردگی ها، همه را به عنایت حضرت زهرا شفا عنایت بفرما. امام ما، شهیدان سرفراز ما، شب جمعه از پدر مادرها، ذوی الحقوق، گذشتگانمون رو سر سفره بی بیمون حضرت زهرا ببخش و بیامرز. روح و ریحانی امشب بر ارواحشون نازل بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.